حالا اینکه صندوق های رژیم بدنه شفاف داشته باشه یا نداشته باشه اصلا چه فرقی میکنه؟ ضمن اینکه بیشتر از همه خود کارگزارای رژیم یا حتی سردمداراش در مورد انتخابات حرف و بحث دارن. مسئله چیه؟ مسئله اینه که اساساً این انتخابات یک نمایشی بیش نیست، یعنی در واقع نمایش انتخابات هستش. یعنی شما میگید این همه دعوا بر سر فقط یک نمایشه؟ دقیقاً. تو ببینید تا اونجایی که به مردم ایران برمیگرده و بارها شاهدش بودن، این یک نمایشه و نمایشی بیش نیست. واقعیتی هم هست که اگر توجه کرده باشین خود باندهای درون رژیم در جنگ و دعوای قدرت هم بین خودشون هم به همین اشاره کردن که این یک نمایش هستش. منتها چند مسئله تو رابطه با این انتخابات مهم هست. یکی در درون خود رژیم هست که واقعیت اینه که در درون خود رژیم این انتخابات صحنه جنگ قدرت و جنگ گورکا هست برای تصاحب کرسی‌های بیشتر در انتخابات و کسب قدرت و امکان غارت بیشتر مردم. اما خب در این حال تا اونجایی که به مردم هم برمیگرده شرایطی هست که شکاف و شقه در درون رژیم بارز میشه و مردم هم منتظر همین شرایط هستن که در رأس رژیم این شقه بارز بشه و خشم انفجاری خودشون رو بارز بکنن و مشابه سال 88 که منجر به قیام شد حرکت‌های اعتراضی خودشون رو شروع کنن. خب اشاره شد به نمایشی بودن انتخابات رژیم و اعتراف حتی سردمداران رژیم. یه نمونش رفسنجانیه، اون به جای نمایشی میگه تزیینی. روز 26 مهر 90 روزنامه حکومتی مردم سالاری با تیتر درشت نوشت: رفسنجانی، مردم میخواهند رأیشان تزیینی نباشد. خب شما گفتید صورت مسئله تصاحب کرسی‌های پردرآمد و سودآور از یک طرف و به چنگ آوردن اهرم‌های قدرت در حکومت آخوندی از طرف دیگه برای باندهای حکومتیه. تیک تاک نگاهی داره به وضعیت به اصطلاح کاندیداها و ترکیبی که قراره به مجلس رژیم راه پیدا کنن تا بعد بیشتر در این زمینه صحبت کنیم.